خدا. امروز فصل سوم رو بگیریم از شیمی 12 تا اینجای کار ما راجع به جامدات مختلفی صحبت کردیم، جامدات مولکولی، جامدات کوبالانسی، جامدات ایونی و جامدات فلزی. ساختار بلوری و شبکه بلوری هر کدوم از اینها رو ما بررسی کردیم. امروز میخوایم یک مقداری راجع به ترکیبات ایونی بیشتر صحبت کنیم و ببینیم که در شبکه بلوری ترکیبات ایونی نحوه چیدمان ایونها به چه صورتی هست و این چیدمان باعث ایجاد چه پیچیدگی هایی در ترکیبات ایونی میشه. در جلسه قبل راجع به استفاده از انرژی نورانی خورشید صحبت کردیم، دیدیم که چطور از انرژی نورانی خورشید در یک فناوری جدید ما میتونیم انرژی الکتریکی رو تأمین کنیم. در واقع ما توی قسمت با هم بیاندیشیمی که داشتیم راجع به این صحبت کردیم که میان انرژی نورانی خورشید رو توسط آینه‌هایی فیکس می‌کنن بر روی یک برج که در بالای اون برج اناسیل جامد وجود داشت. گفتیم اناسیل جزء ترکیبات ایونیه، نقطه ذوبش و نقطه جوشش بسیار بالاییه. برای اینکه ما بتونیم اناسیل رو ذوب کنیم نیاز داریم اون رو به نقطه ذوبش که 801 درجه هست برسونیم. پس باید انرژی گرمایی زیادی رو ما به اناسیل جامد بدیم. حالا این چطوری میسر شد؟ از طریق متمرکز کردن انرژی نورانی خورشید روی یک مخزنی که داخل اون اناسیل جامد بود و اون تبدیل شد به اناسیل مذاب، به شاره یا سیالی تحت عنوان اناسیل مذاب که این اناسیل مذاب آمد از دور یک به صورت لوله مارپیچ که اصطلاحاً بهش میگن کوئل گذشت، آب و داغ کرد، آب بخار شد، بخار آب رفت و توربین رو به حرکت در آورد و ما تونستیم انرژی الکتریکی تولید کنیم. اما همه اینها در واقع به دلیل اون جاذبه های قویی که در اناسیل وجود داره. حالا میخوایم ببینیم ساختار اناسیل به چه صورتی هست. یه مقدمه رو جلسه قبل گفتم، امروز دیگه کامل راجع به اناسیل ما صحبت خواهیم کرد. یاد گرفتیم که برای رسیدن به آرایش هشتایی یا بهتر بگیم آرایش پایدار، چون بعضی به آرایش دوتایی میرسن، یک روش داد و ستد یا مبادله الکترونیه، یعنی یک فلز در کنار یک نافلز قرار میگیره و میان و الکترون هاشون رو در واقع مبادله میکنن. پس الان سدیم 11 رو مثال زدیم با آرایش الکترونی 1s2 2s2 2p6 3s1، کلور 17 رو مثال زدیم با آرایش 1s2 2s2 2p6 3s2 و 3p5. این تو لایه بالانسش 7 الکترون داره، پس نافلزه. این توی لایه بالانسش 1 الکترون داره، پس فلزه. فلزات برای رسیدن به آرایش پایدار و غالبا 8 الکترون موجود در لایه بالانسشون رو، حالا یا 1 یا 2 یا 3 از دست میدن و به یک آرایش پایدار میرسن. نافلزات الکترون میگیرن و به آرایش پایدار میرسن. خب در اینجا یک مبادله الکترونی صورت میگیره، یک داد ستد الکترونی صورت میگیره بین سدیم و کلور. از سدیم میشه Ni مثبت 11 با آرایش 1s2 2s2 2p6 شبیه آرایش گاز نئون شد و کلور اون یه دونه رو میگیره، تبدیل میشه به Cl منفی 17 با آرایش 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. این به آرایش آرگان 18 رسید و اینم به آرایش نئون 10 رسید. حالا هم Ni مثبت و هم Cl منفی پایدار شده. ما یه دونه Ni مثبت نداریم، یه دونه Cl منفی نداریم، در واقع N تا
انهای مثبت گازی و انتا سیل منفی گازی در کنار هم قرار میگیرن. اما چطور قرار میگیرن؟ یونهای مثبت و منفی طوری در کنار هم قرار میگیرن که یونهای همنام در نزدیکترین مکانها نسبت به هم قرار داشته باشن و یونهای ناهمنام در نزدیکترین مکانها نسبت به هم و یونهای همنام در دورترین مکانها، تا جاذبه به حد اکثر و دافعه به حد اقل برسه. پس در یک فضای سه‌بعدی یونها به صورت یک درمیان قرار میگیرن، یونهای مثبت و یونهای منفی همونجور که مشاهده میکنید در سه جهت به صورت یک درمیان قرار خواهند گرفت. دو بعد شما رو تخریب داریم نشون میدیم، اما یه بعد سومی هم وجود داره. هر انهای مثبت دورش 6 تا سیل منفیه و هر سیل منفی هم دورش 6 تا انهای مثبته. جلسه قبل یاد گرفتیم که این جلو یه انهای مثبته، پشت سیل منفی هم یه انهای مثبته، یا این جلوی انهای مثبت یه سیل منفیه و پشتش هم سیل منفی. پس اطراف هر یه یون معین 6 تا یون مخالف قرار گرفتن. در واقع نزدیکترین یونها یونهای مخالفی هستن که در اینجا یونهای مخالف برای انهای مثبت میشه سیل منفی. ما به این تعداد یونهایی که در اطراف یک یون معین قرار میگیرن میگیم عدد کوردیناسیون. پس عدد کوردیناسیون در شبکه بلوری اناسیل برای هر یون میشود 6. اما این شبکه بلوری بعد از اینکه تشکیل میشه در واقع چیه؟ این شبکه بلوری بعد از تشکیل همون اناسیل جامد. پس یونهای مثبت و منفی میان در یک شبکه بلوری در یک چیدمان خاصی قرار میگیرن و اناسیل جامد درست میشه. اما بعد از اینکه این اتفاق افتاد اینها پایدار شدن، به سطح انرژی پایین رسیدن، پس در واقع باید همراه باشه با آزادسازی انرژی. پس یه مقدار انرژی اینجا آزاد میشه که اگر اشتباه نکنم 787 کیلو ژول. حالا بعضی کتاب ها 787.5 می‌نویسه، بعضی 787 می‌نویسه. پس اتفاقی که اینجا افتاد این بود که یونها در یک شبکه بلوری قرار گرفتن، جاذبه های قوی وارد شد و یک پایداری به وجود اومد و نتیجه اون پایداری ایجاد اناسیل جامد و آزاد شدن مقداری انرژی. این انرژی 787 بهش میگن انرژی شبکه بلور، یعنی مقدار انرژی که ضمن تشکیل یک مول اناسیل از یونهای گازی سازندش ایجاد میشه. پس انرژی شبکه بلور میشود چی؟ انرژی آزاد شده به هنگام تشکیل یک مول ترکیب یونی مثل اناسیل از یونهای گازی سازندش. دقت کنیم، ما میتونیم این فرایند رو برگردیم. یعنی چی؟ یعنی من میتونم اناسیل جامد رو متلاشی کنم و دوباره به یونهای گازی سازندش تبدیل کنم، که اگر برگردم دیگه ما به اون 787 نمیگیم انرژی شبکه بلور، میگیم انرژی فروپاشی شبکه بلور. پس اگر شبکه ایجاد بشه انرژی آزاد میشه که اسم این انرژی میشه انرژی شبکه بلور. اما اگه میخوای این شبکه رو متلاشی کنی باید برگردی و باید همون مقدار که انرژی آزاد شده بهش بدی تا دوباره به یونهای گازی سازندش تبدیل بشه. کتاب شما برعکسش رو بررسی کرده، یعنی نیامده انرژی شبکه بلور رو بررسی کنه، میاد عکسش رو بررسی میکنه. میگه من اناسیل جامد دارم، میگه من اناسیل جامد دارم، حالا میخوام اینو حرارت بدم بشه انهای مثبت گازی
به علاوه سیل منفی گازی. این انرژی که اینجا مصرف میشه، این انرژی رو ما بهش میگیم انرژی فرو پاشی شبکه بلور. مقدار انرژی فروپاشی شبکه بلور با مقدار انرژی شبکه بلور لحاظ عددی فرق نمی‌کنه، فقط اختلافشون تو علامتشونه. انرژی فروپاشی شبکه بلور مثبته، من باید به این فرایند انرژی بدم، فروپاشی گرماگیره. اما انرژی تشکیل شبکه بلور که ضمن ایجاد این شبکه بلور آزاد میشه، یه علامت منفی خواهد داشت. قبلا یاد گرفتیم در شیمی 11 هم اگر فرایند گرماده انرژی رو سمت راست می‌نویسیم و اگر فرایند گرماگیر انرژی رو سمت چپ می‌نویسیم. خب نکته دیگه‌ای که اشاره می‌کنم بهش اینه که وقتی که شبکه بلوری ایجاد میشه، الان اناسیل درست شده. جلسه قبل توضیح دادم اگر ما یک جفت یون به تنهایی داشته باشیم و این جاذبه‌ای که اینها بر هم اعمال می‌کنن قدرتش رو یک بگیریم، قدرت این جاذبه در شبکه بلوری میشه 1.76. یعنی چی؟ یعنی جاذبه‌ای که یون‌های مثبت و منفی در شبکه بلور بر هم وارد می‌کنن 1.76 برابر جاذبه ای که یک جفت یون به تنهایی داره وارد میکنه. چرا؟ به خاطر که اینجا Ni مثبت با یه دونه سیل منفی در ارتباط نیست. هر Ni مثبت با 6 تا سیل منفی در تعامل برهم کنش داره، هر سیل منفی هم با 6 تا Ni مثبت در تعامل یا برهم کنش داره. نتیجه این که اینجا جاذبه ها در همه جهات گسترده شده و انحصارا جاذبه بین دو تا یون نیست. به دلیل همین پراکندگی جاذبه ها در همه جهات، قدرت این جاذبه بالاتره. خب اگه قدرت این جاذبه بالاتره، پس اناسیل نقطه ذوب و جوش بالایی داره. اناسیل سخته، چرا که ما برای غلبه بر این جاذبه ها باید انرژی زیادی رو مصرف کنیم. علاوه بر این جاذبه ها در همه جهات گسترده ایه، پس سخت بودن، بالاتر بودن نقطه ذوب و جوش برمیگرده به همین قوی بودن جاذبه ها و گستردگی جاذبه ها و پراکندگی جاذبه ها در همه جهات. اناسیل علاوه بر این که سخته، علاوه بر این که نقطه ذوب و جوش بالایی داره، اما شکننده ای. اگر شما ضربه ای به یه قسمتی از اناسیل بزنید، به راحتی خورد میشه. فرض کنید من ضربه رو از این قسمت وارد کنم، بیام از سمت راست به این ضربه بزنم، اتفاقی که خواهد افتاد چیه؟ لایه ای از یون‌ها روی یون‌های دیگه شروع می‌کنه به لغزیدن. پس اگه ضربه به این قسمت وارد بشه، حالا لایه ای از یون‌ها شروع می‌کنه به لغزیدن. این لغزش باعث میشه که یون‌های همبار و همنام مقابل هم قرار بگیرن. اگر یون‌های همنام مقابل هم قرار بگیرن، حالا نیروی دافعه به وجود میاد و این نیروی دافعه باعث میشه که یون‌ها از هم جدا بشن. پس یک لایه لغزید رو لایه دیگه و نیروی دافعه به وجود اومد و این باعث میشه که در واقع این ترکیب ما چی بشه؟ خرد بشه. اما بریم سراغ مقایسه NaCl با دیگر ترکیبات یونی و ببینیم که در سایر ترکیبات یونی اگر ما یک مقایسه ای رو بخوایم داشته باشیم، به لحاظ این که
کجا جاذبه قوی تره، کجا جاذبه ضعیف تره. در صفحه 78 کتاب شما یک جدول قرار گرفته که در این جدول آمده شعاع بعضی از یونها رو در مقابل ترکیبات دیگه قرار داده، عناصری رو از گروه های مختلف انتخاب کرده. من اینها رو براتون می‌نویسم. عنصری از گروه 1، عنصری از گروه 2، عنصری از گروه 16، عنصری از گروه 17. لیتیوم انتخاب شده، از گروه 16 اکسیژن انتخاب شده، از گروه 17 فلوآور انتخاب شده و بعد دوباره سدیم انتخاب شده، از گروه 2 منیزیم انتخاب شده، گوگرد انتخاب شده و کلور انتخاب شده. چرا اینجا خالیه؟ اینجا چه عنصری باید باشه؟ عنصر برلیوم باید باشه. خب چرا توی این جدول برلیوم رو نیاورده؟ به خاطر اینکه برلیوم یون مثبت ایجاد نمی‌کنه. در یون برلیوم شعاع اتمی نسبت به لیتیوم یا نسبت به منیزیوم یا نسبت به سدیم، شعاع برلیوم کمه و جاذبه هسته زیاده. اگر شعاع کمه، جاذبه هسته زیاده، پس بر روی الکترون‌های ظرفیتیش، یعنی الکترون‌های موجود در 2s برلیوم میشه 1s2 2s2 در 2s که لایه بالانس یا لایه ظرفیتش باشه، دو تا الکترون وجود داره. نظرت میخوام دو تا الکترون وجود داره، جاذبه هسته روی اون دو تا الکترون ها زیاده و بهشون اجازه خروج نمیده، پس برلیوم پیوند یونی نمیده چون کاتیون ایجاد نمیکنه. اما برلیوم با نافلزات مثلا هالوژن ها میتونه پیوند کووالانس بده. ما ترکیباتی از برلیوم داریم مثل BeCl2، BeF2، این نتیجه پیوند کووالانس با هالوژن های ما. خب همونجور که در شکل کتاب درسیتون دارید مشاهده میکنید، آمده یه مقایسه قرار داده بین اتم و یون، یعنی در واقع میخواد بگه که فلزات وقتی الکترون رو دست میدن چون لایه آخرشون حذف میشه یک لایه کمتر دارن، پس شعاع یون مثبت نسبت به شعاع اتم کوچکتره. ما تو جلسات قبل راجع به کاهش شعاع در فلزات موقع تبدیل به یون مثبت و افزایش شعاع برای نافلزات موقع تبدیل به یون منفی صحبت کردیم. در واقع فلز وقتی الکترون از دست میده الکترون های ظرفیتیش هم که حذف میشن، با حذف الکترون های ظرفیتی لایه آخر کسر میشه، کم میشه، حذف میشه، پس یون مثبت یک لایه کمتر داره و همین یعنی شعاع کوچکتری داره. اما در مقابل یک نافلز وقتی به یون منفی تبدیل میشه الکترون هایی که میگیره به همون لایه آخر اضافه میشه و الکترون های لایه آخر زیادتر میشن، چون تعداد الکترون ها در لایه آخر نافلز زیادتر شده پروتون ها ثابتن، از میزان جاذبه هسته بر الکترون ها کاسته میشه و از طرفی گفتم دافعه بین لایه ها هم زیاد میشن. یه بار دیگه برای اکسیژن توضیح میدم، اکسیژن 8 آرایشش 1s2 2s2 2p4 درون هستش 8 تا پروتون داره، تراز اول 2 تا، تراز دوم 6 تا. اما وقتی میشه اوی 2 منفی 8 میشه 1s2 2s2 2p6. بازم تو هسته 8 تا پروتون داره، پروتون ها فرقی نکردن، تراز اول بازم 2 تا، اما تراز دوم این دفعه میشه چی؟ 8 تا. پس همونجور که مشاهده میکنید فاصله هسته تا لایه آخر اگر باشه شعاع اتم در مورد یون اوی 2 منفی این فاصله بزرگتر شده. دلیلش هم میتونه دو چیز باشه، یکی کم شدن جاذبه هسته بر الکترون ها و بی ویژه لایه آخر،
چرا که قبلا 8 تا بر 8 تا نیرو وارد میکرد، اما الان 8 تا باید بر 10 تا نیرو وارد کنیم. پس از میزان جاذبه هسته بر الکترون ها کاسته میشه و الکترون های لایه آخر میتونن تو فاصله دورتری قرار بگیرن. و عامل دیگه که بررسی کردیم دافعه الکترونی بین لایه ها بود. قبلا 2 و 6 با هم دافعه داشتن، اما الان 2 و 8 دافعه دارن. پس هرچه در این ناوفلز الکترون های موجود در لایه آخر بیشتر میشه، دافعه لایه آخر با لایه های داخلی بیشتر میشه و موجب میشه که لایه آخر بره تو فاصله دورتری قرار بگیره و در نتیجه شعاع افزایش پیدا میکنه. خب لیتیوم یک بار مثبت ایجاد میکنه، سدیم یک بار مثبت، O دوباره منفی، S دوباره منفی، Mg دوباره منفی، فلور یک منفی و Cl هم یک منفی. یعنی این برای پایدار شدن و رسیدن بارش هلیوم یک الکترون از دست میده، این برای رسیدن بارش نئون یه دونه از دست میده، اما این برای رسیدن بارش نئون دو تا از دست میده، این برای رسیدن بارش نئون دو تا میگیره، این برای رسیدن بارش نئون یکی میگیره، این برای رسیدن به آرایش آرگون دوتا میگیره و این برای رسیدن به آرایش آرگون یکی میگیره. اعداد اتمی این 16 و اعداد اتمی این 17. خب وقتی که الکترون میگیرن گفتیم شعاعشون افزایش پیدا میکنه، من میخوام این ایون ها رو از لحاظ شعاع با هم مقایسه کنم. از لحاظ عددی در کتاب درسیتون شعاعها داده شده، حالا میخواییم روی شکل هم این موضوع رو بررسی کنیم. اولی که در همین گروه ها وقتی ما از بالا به سمت پایین میایم شعاع در حال افزایش به دلیل ازدیاد لایه های الکترونی. بین لیتیوم چه اتمش چه یونش و انهای مثبت شعاع لیتیوم کوچکتر و شعاع سدیم بزرگتره. حالا من اینو برای یونش دارم توضیح میدم. پس یون انای مثبت بزرگتر از یون انای مثبته. اما Mg2 مثبت نسبت به انای مثبت چه وضعیتی داره؟ خب Mg2 مثبت نسبت به انای مثبت شعاع کوچکتری داره. دلیلش هم بسیار واضحه. ما بهتون یاد دادیم در سالهای پایین‌تر اگر دو تا ذره دارید که آرایش الکترونی دو تا ذره مشابه همه، برای مقایسه شعاع میریم سراغ عدد اتمی. آرایش انای مثبت، آرایش نئون 1S2S2P6، آرایش Mg2 مثبت 1S2S2P6. پس اینها از لحاظ آرایش الکترونی تعداد الکترون و تعداد لایه ها مثل همه. اما برای مقایسه شعاع که کدوم بزرگتره و کدوم کوچکتره میریم سراغ عدد اتمی. اونی که عدد اتمیش بزرگتره تعداد پروتوناش در هسته بیشتره. اگر تعداد پروتون ها در هسته بیشتره پس جاذبه قوی تری رو بر لایه های الکترونی وارد میکنه. پس لایه های الکترونی کشیده میشن به سمت هسته و در نتیجه شعاع کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل Mg2 مثبت شعاع کوچکتری داره نسبت به Ni مثبت. خب اعدادی رو به عنوان شعاع اتمی و شعاع یونیت در کتاب درسیتون آورده. مقایسه شعاع بین اکسیژن 8، فلور 9، گوگرد 16 و کلور 17 به همین ترتیبه، هیچ فرقی نمیکنه. الان این دوتا هر دوتا به آرایش آرگون 18 رسیدن، هم سیر منفی و هم اس 2 منفی. پس هر دوی اینها 3 لایه الکترونی دارن مثل آرگون 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 شدن. اگر بخوام شعاع رو مقایسه کنم بازم باید برم سراغ
عدد اتمی، اونی که عدد اتمیش بزرگتره جاذبه هستش روی لایه‌های الکترونی و پیج لایه آخر بیشتره و این باعث میشه که شعاع کاهش پیدا کنه. اعدادی رو در کتاب درسیتون داره به عنوان شعاع اتمی و به عنوان شعاع یونی. این اعداد رو من برای مقایسه بهتر زیر هر ترکیبی می‌نویسم تا یه مقدار مقایسه ما مقایسه کمی‌تری در واقع بشه. خب در مورد ذرات ابتدا شعاع اتمی رو داده، بعد شعاع یونی رو داده. مثلا در مورد لیتیوم ما داریم 152 بعد شعاع یونی رو داده 76. پس ببینید یه دونه لایه آخر که حذف میشه چه تأثیر زیادی روی شعاع داره میگذاره. ما لیتیوم داریم و یونشو، خود لیتیوم شعاع 152 یونش 76. یا در مورد سدیم، سدیم در مقایسه با یونش خود سدیم 186 اما یونش 102. یا منیزیم در مقایسه با یونش 160 و یونش 72. در مورد گوگر، گوگر خودش 102 اما یون منفیش 184. و در مورد کلور خود کلور 99 و یونش 181. اکسیژن رو هم کامل کنم، او 73-140 و فلوآور در مقایسه با یونش 71-133. پس همونجور که مشاهده میشه یک فلز وقتی الکترون شعاع دست میده و تبدیل میشه به یون مثبت، شعاع داره کاهش پیدا میکنه. از 152 رسید به 76، سدیم از 186 به 102. تأثیر یک دونه لایه رو ببینید چقدر زیاده. در بعضی جاها مثل لیتیوم حتی به نصف رسیده، یه لایه دست داده و اینقدر در واقع شعاعش کم شده. یا مثلا در مورد ام جی هم داستان همینه، دو تا الکترون از دست داده لایه سومش CS2، زی لایه CS2 از لایه سوم حذف میشه، لایه سوم کنن پاک میشه و میبینید از 160 رسیده به چی؟ 72. نکته دیگه که اینجا داریم بررسی میکنیم اینه که از بالا به سمت پایین شعاع اتم داره زیاد میشه. لیتیوم 152 و سدیم 186. همونطور که شعاع اتم زیاد میشه شعاع یونی هم زیاد میشه. اگر Ni مثبت 76، Ni مثبت 102. خب یه مقداری تفکر میکنیم روی جدول، من گروه ها رو در واقع جدا کنم، هر کدوم تو خونه خودش قرار بدم، یه مقدار تفکر میکنیم و میبینیم که این تغییرات شعاع در واقع ایجاد شده. خب حالا میام از اینها استفاده میکنیم. یک جدولی داریم در صفحه 79، میخوایم توی اون جدول یه مقداری نکته جدیدی رو بررسی کنیم تحت عنوان چگالی بار یا انباشتگی بار یا دانسیته بار. دقت کنید بچه ها، هدف از بیان اینها اولی که ما هیچ کدوم از اینا رو نباید حفظ کنیم، یعنی من هیچ شعاع یونی و شعاع اتمی رو نباید حفظ کنم، اما روندها باید دستت باشه. یعنی باید بدونی که ما تو جدول تناوبی از بالا که میایم سمت پایین شعاع اتم زیاد میشه، شعاع یون هم زیاد میشه. باید بدونی تو جدول تناوبی وقتی از چپ میایم به سمت راست شعاع اتم زیاد میشه، وقتی کم میشه جاذبه هستی زیاد میشه شعاع کم میشه.
الان ویدیو 152 بعد این شده 73 فالوور شده 71 و شایعتون از چپ به راست در حال چیه؟ کم شدن. اما ما نمیتونیم برای شایعیون در یک دوره قاعده وضع کنیم. ببین شایعه نار مثبت 102، شایعه امجید مثبت 72، این 184، این 181. پس برای شایعه یونی ما یه قاعده نداریم بگیم از چپ به راست شایعه یونی در حال زیاد شدن یا کم شدن، چون تو فلزات در حال کم شدنه، به محض اینکه میرسه به نافلزات مجددا ببینید این تغییرات رو ما داریم، از 72 یه دفعه به 184 باز دوباره کم شده، پس یک نوسان داریم. اینو ما بهش کاری نداریم، به شایعه یونی در یک دوره کاری نداریم، چون نظم خاصی نداره. خب فرض کنید که این باشه اتم، ببخشید، یون مثبت لیتیوم و این باشه یون مثبت پتاسیم. پس اینو تصور کردم Ni مثبت و اینو تصور کردم Li مثبت. در واقع یه توپ هندبال داریم و یه توپ والیبال داریم، یعنی توپ بسکتبال داریم. من اینجا قرار بگیرم. پس اینجا این الان میشه توپ هندبال و این میشه توپ بسکتبال. علاوه بر اندازه که تعریف کردم. اینم روش یه مثبته، اینم روش یه مثبته. فرض کنید ما همون توپ هندبال رو داریم، توپ بسکتبال رو هم داریم. میریم نونوایی میگیم که آقا دو تا چونه خمیر بده به ما. دو تا چونه خمیر رو میاریم و دقیقاً دور توپ هندبال و دور توپ بسکتبال رو ما خمیر میزنیم، طوری که همه قسمت‌های توپ رو بپوشونه. حالا نگاه میکنیم ببینیم ضخامت خمیر کجا بیشتره. خب معلومه دور توپ هندبال ضخامت خمیر بیشتره. در واقع میتونم بگم که انباشتگی خمیر دور توپ هندبال بیشتره، انباشتگی یا ضخامت خمیر دور توپ بسکتبال کمتره. در اینجا به جای خمیر بار مثبت داریم. در لیتیوم بار مثبت 1، در Na بار مثبت 1. اینجا بار مثبت روی یک فضای کوچک، اینجا بار مثبت روی یک فضای بزرگ توزیع میشه. اگر بار مثبت اینجا روی یک فضای کوچک توزیع میشه، پس انباشتگی بار روی لیتیوم کوچک بیشتره و انباشتگی بار روی Ni مثبت کمتره. این دانسیته بار، چگالی بار، انباشتگی بار، تراکم بار، هر چی بهش بگیم، هر چی بیشتر باشه اون یونه جاذبه های یونی قوی تری ایجاد میکنه. یعنی اگر من بیام عنوان مثال LICL رو با NaCl مقایسه کنم، الان قدرت جاذبه های یونی کجا بیشتره؟ در LICL بیشتره. چرا قدرت جاذبه های یونی در LICL بیشتره؟ برای اینکه Li یک مثبت، Na یک مثبت، اما چون Li کوچکتره انباشتگی بار یا تراکم بار روش بیشتره و میتونه بر یون منفی جاذبه های قوی تری رو اعمال کنه. از این مقایسه ما به یک نتیجه میخوایم برسیم و اون این که قدرت جاذبه های یونی به عواملی بستگی دارن. حالا اون عوامل چیا میتونن باشن و چطوری میتونیم تأثیر اون عوامل رو ما مشاهده کنیم. کتاب شما آمده بحث دانسیته بار یا چگالی بار رو یا همون انباشتگی بار رو در کتاب درسیتون در جدول صفحه 79 بررسی کرد. ببین مثلا میگه کاتیون Ni مثبت، شعاع کاتیون Ni مثبت چنده؟ 102 پیکومتر. نسبت بار به شعاع رو از ما خواسته که خودش اومده برای ما چیکار کرده؟ اندازه‌گیری کرده. در صفحه 79 سوال 3، اگر هر یون را کره باردار در نظر بگیرید
چگالی بار یا دانسیته بار هم عرض بار نسبت بار به حجم آن است، کمیتی که میتواند برای مقایسه میزان برهمکنش میان اونها به کار رود. نسبت ساده تری که میتوان به کار برد نسبت مقدار بار یون به شعاع آن است. خب الان کاتیون انای مثبت و شعاعش رو داریم، نسبت بار به شعاع. چطوری نسبت بار به شعاع رو برای انای مثبت به دست آورده؟ بسیار ساده. انای مثبت مقدار بار شنده 1، شعاع شنده 102 پیکومتر. آمده 1 رو بر 102 تقسیم کرده، حاصل این تقسیم شده 98 در 10 به توان منفی 3. پس کافیه ما بار رو، مقدار بار رو، الان این یک مثبته پس مقدار بار 1 و شعاع رو هم که داریم 102 پیکومتر، نسبت بار به شعاع اندازه‌گیری میشه، میشه 98 در 10 به توان منفی 3، که هرچی این نسبت بزرگتر باشه در واقع انباشتگی یا تراکم بار چی میشه؟ بیشتر میشه. خب همین مقایسه رو ما برای یونهای دیگه هم داریم، اما این جدول یه جاهای خالیه. مثلا آمده برای کای مثبت نسبت بار به شعاع رو داده، نسبت بار به شعاع شده 7. شاید اون طرف دیده نشه، من این محاسباتم رو این طرف انجام بدم. پس این جدول رو من فعلا کاری ندادمش، پاک کنم. پس جدولی که در صفحه 79 وجود داریم رو رسم میکنم، فقط حالا یه قسمتش رو رسم میکنم، بقیه‌اش خودتون میتونید تو خونه محاسباتش رو انجام بدید. اینجا کاتیون داریم، اینجا شعاع بر حسب پیکومتر و اینجا نسبت بار به شعاع. اطلاعاتی که اول داده رو من وارد میکنم. پس اینجا داریم انهای مثبت، کای مثبت، امجی دو مثبت و کلسیوم دو مثبت، اینا رو داریم. عدد 102 رو به ما داده، عدد 96 رو داده به ما برای شعاع، اینجا داده 9.8 در 10 به توان منفی 3، اینجا 7.24 در 10 به توان منفی 3، اینجا 2.77 در 10 به توان منفی 2، و اینجا جا خالیه، اینجا جا خالیه، اینجا هم جا خالیه. خب چطوری ما اون جا خالی ها رو در واقع باید کامل کنیم؟ ببینید در قسمت اول این عدد 9.8 در 10 به توان منفی 3 رو گفتیم چطوری محاسبه شده. ما میایم می‌نویسیم نسبت بار به شعاع. بار که 1 بود، شعاع بود 102، حاصل این شد 9.8 در 10 به توان منفی 3. اما در مورد مثال‌های دیگه، در مورد مثال‌های دیگه اینجا میگیم که نسبت بار به شعاع 7.24 در 10 به توان منفی 3 میشه مقدار بار به شعاع، که شعاع اون رو برای ما به صورت جاخالی گذاشته. خب نسبت بار به شعاع شده 7.24 در 10 به توان منفی 3، اگر 1 رو برای تقسیم کنیم به راحتی شعاع برای کای مثبت محاسبه میشه، که این محاسبه رو من انجام دادم و شده 138. پس اینجا در واقع میشه شعاع کای مثبت، آره کای مثبت که ما این رو نداریم. اما برای امجی دو مثبت مجددا نسبت بار به شعاع رو داده، اما این دفعه بارش 2 و شعاع امجی دو مثبت رو ما
نداریم که اگه بخوایم شعار رو پیدا کنیم در واقع میشه 36. پس ببینیم به چه راحتی میشه محاسبات رو انجام داد. و برای قسمت آخر ما نسبت رو نداریم. خب بار رو داریم 2، شعار رو داریم چند؟ 99 که فکر میکنم حالا عددش دقیق تو ذهنم نیست، توی جز محاسباتش رو من دقیق انجام ندادم. برای تو خونه خودتون انجام بدید، 2 رو بر 99 رو تقسیم کنید و اینجا در واقع یادداشت کنید. خب این نسبت بار به شعاع چه به درد ما میخوره؟ نسبت بار به شعاع رو وقتی ما داشته باشیم، یعنی دانسیته بار رو روی ذره داریم. اگر دانسیته بار رو ما روی ذره داریم، پس در واقع میتونیم به راحتی قضاوت کنیم حالا این ذره در کنار یک یون منفی وقتی قرار میگیره میتونه جاذبه های یونی قوی ایجاد کنه یا جاذبه های یونی ضعیف ایجاد کنه. در واقع میخوایم اینجوری بگیم که قدرت جاذبه های یونی، قدرت جاذبه های یونی به این بستگی دارن که یون مثبت یا منفی، تراکم بارش زیادی یا تراکم بارش کم. من مثال هایی رو میخوام توضیح بدم براتون و این مطلب رو بهتر متوجه بشید. ببینید این که نقطه ذوب یک جسمی بالاییه یا نقطه ذوب یک جسمی پایینه به قدرت جاذبه های یونی بستگی داره. اگر یون هایی که در کنار هم قرار میگیرن بتونن بر هم جاذبه های قوی اعمال کنن، نقطه ذوب اون بالا خواهد بود و اگر جاذبه هایی که اعمال میکنن کم باشه، اون نقطه ذوبش هم پایین. چند تا ویژگی به قدرت جاذبه های یونی بستگی داره. نقطه ذوب، نقطه جوش، پایداری شبکه بلور، سختی، خود انرژی شبکه بلور، همه اینها به یک چیز بستگی داره، به قدرت جاذبه های یونی. اگر قدرت جاذبه های یونی زیاد باشه، نقطه ذوب بالای، نقطه جوش بالای، پایداری شبکه بلور زیاده، سختیش زیاده، انرژی شبکه بلور هم زیاده. گفتیم انرژی شبکه بلور میشه مقدار انرژی آزاد شده ضمن تشکیل یک مول در کیمیای یونی جامد از یونهای گازی سازندش. من این تعریفش رو پایین می‌نویسم. مقدار انرژی آزاد شده ضمن تشکیل یک مول جامد یونی از یونهای گازی سازنده اش. به این میگن انرژی شبکه بلور. اما کتاب شما این رو تعریف نکرده، اصلا راجع به انرژی شبکه بلور کتاب صحبت نمی کنه، راجع به عکسش صحبت میکنه. گفتم راجع به فروپاشی شبکه بلور صحبت میکنه، یعنی که ما میتونیم یک شبکه بلوری رو متلاشی کنیم، یک ترکیب یونی رو متلاشی کنیم و یونهای گازی سازنده شو از هم چیکار کنیم؟ جدا کنیم. خب اما نقطه ذوب جوش، به نقطه ذوب جوش، پایداری شبکه بلور، سختی و انرژی شبکه بلور گفتیم به قدرت جاذبه های یونی بستگی داره. اما حالا سوال مطرح میشه، خود این قدرت جاذبه های یونی به چی بستگی داره؟ قدرت جاذبه های یونی به دو فاکتور یا به دو عامل بستگی داره، یکی مقدار بار یون و یکی هم شعاع یون. اگر ما بخوایم این دوتا رو با هم دیگه بررسی کنیم میشه همون چگالی یا دانسیته بار، نسبت بار به شعاع.
اگه این جایی گیر کردی، بهترین کار اینه که نسبت بار به شعاع رو نسبتشون رو بیاین مقایسه کنیم. بار صورت قرار میگیره، شعاع توی مخرج کسر قرار میگیره. خب هرچی بار بزرگتر باشه جواب بزرگتر، هرچی شعاع کوچکتر باشه باز هم چگالی بار چیه؟ بیشتر. مقدار جاذبه های یونی با مقدار بار یون رابطه مستقیم داره، اما با شعاع یون رابطه عکس داره. یعنی اگر بار یون بیشتره جاذبه های قوی تر ایجاد میشه، و اگر شعاع کوچکتره جاذبه های قوی تر ایجاد میشه. برای مقایسه من ترکیبات مختلفی رو با هم دیگه بررسی میکنم. در صفحه 79 یه قسمتی از کتاب درسیتون رو من بخونم. نوشته که اینک میپذیرید که نوع و باریون ها و در نتیجه قدرت نیروی جاذبه میان آنها در شبکه بلوری کلیدی برای درک رفتار آنهاست. هرچه نیروی جاذبه میان یونها قوی تر باشد، استحکام شبکه یونی، استحکام یعنی پایداری و سختی، بیشتر بوده و برای فروپاشی آن یا جدا کردن کامل یونها از یکدیگر به انرژی زیادی نیاز است. و یه شکلی گذاشته فروپاشی شبکه یونی سدیم کلرید و تبدیل آن به یونهای گازی مجزا. ما تو همه مباحثی که صحبت کردیم به این اشاره کردیم که یونهای گازی سازندش این سوال کنکور سراسری بوده. حتما در تعریف انرژی شبکه بلور یا در تعریف انرژی فروپاشی شبکه بلور دقت کنیم، حتما باید بگیم یونهای گازی سازندش. ما در شیمی به هر فرایندی یه انرژی نسبت میدیم. ببینید الان این NaCl چطوری درست شده. تو Na مثبت گازی داشتی، Cl منفی گازی داشتی، این دوتا با هم دیگه اومدن شدن NaCl جامد. اما تو از اول که انهای مثبت گازی نداشتی، تو از اول سدیم جامد داری، سدیم جامد رو ذوب میکنی میشه سدیم مایع، سدیم مایع رو حرارت میدی میشه سدیم گازی، ازش الکترون میکنی میشه انهای مثبت گازی. اینجا یه انرژی مصرف میکنی، انتالپی ذوب، انتالپی تبخیر، انرژی یونش. ما به این انرژی ها کاری نداریم. ما از اینجا به بعد رو میگیم انرژی شبکه بلور. پس کتاب شما علت این که هی تاکید میکنه یونهای گازی سازندش به این انرژی هایی که تو قبلا به کار بردی و مصرف کردی تا تونستی انهای مثبت گازی رو ایجاد کنی اصلا کاری نداره. ما بینا کاری نداریم. خب گفتم کتاب شما انرژی شبکه بلور رو تعریف نمی‌کنه، انرژی فروپاشی رو تعریف می‌کنه. پس من باید معادلاتمو برعکس می‌نویسم. یعنی یک مول NaCl جامد دارم، این به من میده Na مثبت گازی، Cl منفی گازی، و اینجا تو یه انرژی مصرف کردی. ما اون کیوی که اونجا داره مصرف میشه به این کیو میگیم انرژی فروپاشی شبکه بلور. پس در واقع انرژی شبکه، انرژی فروپاشی میشه مقدار انرژی لازم برای جدا کردن یونهای گازی سازنده یک ترکیب یونی از یک مول جامد یونی. شما یک مول جامد یونی دارید و میخواید اون رو به چی تبدیل کنید؟ به یونهای گازی سازندش. اون مقدار انرژی که صرف این کار میشه رو بهش میگیم انرژی فروپاشی شبکه بلور، که برای لحاظ عددی انرژی شبکه با انرژی فروپاشی یکیه. برای NaCl این عدد هست 787 کیلو ژول. فرایند فروپاشی یک فرایند گرمانگیره.
یعنی برای فروپاشی تو باید انرژی مصرف کنی چون قرار بشکنی پیوندها رو. در کنار اون ترکیب دیگه رو کتابتون آورده مقایسه کرده، NaCl جامد و KBr جامد، انرژی که برای فروپاشی این لازمه 689 کیلوژوله که تبدیل میشه به کای مثبت گازی و Br منفی گازی. پس همونجوری که مشاهده میشه دلتا اچ فروپاشی یا آن دار بی فروپاشی برای NaCl 787 و دلتا اچ فروپاشی یا آن دار بی فروپاشی برای کابیر چقدره؟ 689. علامت دلتا اچ در اینجا مثبته، برای اینکه هر دو فرایند جزء فرایندهای گرماگیر محسوب میشن. خب در قسمت خود را بیازمایی تمرینی داریم، در واقع این تمرین تعریفه، پس باید این تمرین رو ما قشنگ تو ذهنمون بسپاریم. آنتالپی فروپاشی گرمای آزاد یا مصرف، خب مصرف میشه دیگه، پس گرمای آزاد رو خط میزنیم. آنتالپی فروپاشی گرمای مصرف شده در فشار ثابت برای فروپاشی یک مول از شبکه یونی و تبدیل آن به یونهای گازی سازنده است. این تعریف آنتالپی فروپاشی. قسمت ب، هرچی چگالی بار، دو تا کلمه داریم، بار و چگالی بار، بار خط میزنیم، هرچی چگالی بار، چگالی بار یونهای سازنده یک جامد یونی کمتر باشد شبکه آن آسانتر فروپاشیده میشود. هرچه چگالی بار یونهای سازنده کمتر باشد فروپاشی اون شبکه راحتتر میتونه اتفاق بیفته. خب در قسمت دوم خود را بیازمایی سوالی داریم، این سوال رو با هم دیگه بررسی میکنیم. پس این رو که نوشتی بسیار مهمه، این در واقع نموداری که بگیم اینجا ما طراحی کردیم، تأثیر قدرت جاذبه های یونی روی اینها و اینکه خود جاذبه های یونی به چی بستگی داره، به بار یون و شعاع یون، با بار رابطه مستقیم، با شعاع رابطه عکس. خب این پاک کنم برم سراغ تمرینی که در این قسمت ما داریم. میپرسه از ما که با توجه به داده های متن درس پیش بینی کنید کدام آنتالپی فروپاشی شبکه را میتون به کاسیل نسبت داد. حالا اومده از ما آنتالپی کاسیل رو میخواد، سه تا عدد داده، 717 کیلوژول بر مول، 649 کیلوژول بر مول و 1037 کیلوژول بر مول. من قبل از اینکه برم سراغ این مسئله یه چند تا نکته رو اینجا اول یادآوری کنم. ببینید فرض کنید به من میگن NaCl و LiCl رو تو از لحاظ انرژی شبکه بلور یا انرژی فروپاشی شبکه بلور مقایسه کن و به ما بگو که کدوم یکی بیشتره و کدوم یکی کمتره. همیشه اولین کاری که انجام میدی یونهای سازنده هر ترکیب رو مشخص کنید. خب NaCl از چی درست شده؟ Na مثبت، Cl منفی. LiCl از چی درست شده؟ Li مثبت، Cl منفی. پس اینها مشخص شده. حالا یون مشترک رو بذارید کنار. اگر شما یون مشترک دارید، یون مشترک باعث ایجاد تفاوت نمیشه. در این مثالی که زدم آنیون مشترکه، پس میذارمش کنار. میرم سراغ دوتا کاتیون هم. تصادفاً دوتا کاتیون بارشون یک مثبته. همیشه برای مقایسه اول میرید سراغ بار، بعد میرید سراغ شعاع. اگه بارها متفاوت بودن، خب هر که بارش بیشتره میتونه جاذبه های یونی قوی تری ایجاد کنه. اما اگر بارها یکی بود، حالا میرید سراغ شعاع. خب هر دو تا بارشون یک مثبت یک مثبت. اما علاوه بر اندازه چجوریه؟ Li مثبت
در جدول تناوبی بالاتر از سدیومه، پس شعای Ni کوچکتره، شعای Ni مثبت بزرگتره. شعای کوچک باعث میشه که تراکم بار زیاد بشه. پس وقتی بارها یکی‌اند، اونی که کوچکتره تراکم بارش بیشتره. پس الان تراکم یا انباشتگی بار بر روی لیتیوم یک مثبت بیشتره. اگه انباشتگی بار بر روی لیتیوم یک مثبت بیشتره، پس بین الای مثبت و سیر منفی اینجا جاذبه های قوی تری ایجاد میشه و این جاذبه های قوی تر باعث میشه که بین LICL و NaCl کدوم یکی نقطه ذوب بالاتری داشته باشه؟ LICL نقطه ذوبش یه بالاتره. پس نحوه مقایسه و نحوه نتیجه گیری رو ما در این مثال به راحتی متوجه شدیم. حالا بریم سراغ سوالی که کتاب درسی از ما پرسیده. اینجا داریم که کدوم یکی از این انرژی ها رو ما میتونیم به کاسیل نسبت بدیم. من دو تا مثال قبلا داشتم بالا، اناسیل داشتم و کابیه. من میام چیکار میکنم؟ یه بار کاسیل رو با اناسیل مقایسه میکنم، یه بار کاسیل رو با کابیر مقایسه میکنم. پس دو تا مقایسه میخوام انجام بدم، دو تا مقایسه مختلف میخوام انجام بدم. یه مقایسه مقایسه اناسیل با کاسیل، یه مقایسه مقایسه کابیر با کاسیل. ببینیم چه اتفاقی میفته. خب گفتیم اول یونهای سازنده رو مشخص میکنیم. NaCl از چی درست شده؟ Ni مثبت Cl منفی. کاسیل از چی درست شده؟ Ki مثبت Cl منفی. در این مثال Cl منفی یعنی یونمون مشترکه، پس یون منفیمون و آنیونمون مشترکه، میذاریمش کنار. پس ما به Cl منفی کاری نداریم، این میره کنار، میمونه Ni مثبت و Ki مثبت. حالا بریم سراغ شما. Ni مثبت و Ki مثبت تو جدول تناوبی دائما از بالا به پایین به همین ترتیب قرار گرفتن، یعنی Ni مثبت بالای و Ki مثبت پایینه. پس این نمادی از Ni مثبت و این نمادی از Ki مثبت. خب شعاع Ki مثبت بزرگتره. اگه شعای کار مثبت بزرگتره، مقدار بارشون یکیه، یه مثبت یه مثبت. اگر شعایشون بارشون یکیه، بریم سراغ شعا. Ni مثبت ذره کوچکتره. اگه Ni مثبت ذره کوچکتره، پس تراکم بار یا انباشتگی بار روی Ni مثبت بیشتره. پس Ni مثبت و سیر منفی جاذبه های قوی تری رو ایجاد میکنند. پس در مقایسه NaCl و کاسیل من میتونم اشاره کنم به این که انتالپی فروپاشی NaCl از کاسیل بیشتر. به دلیل جاذبه های قوی تر انتالپی فروپاشی NaCl از کاسیل بیشتر. جمله رو برعکس بگم، انتالپی فروپاشی کاسیل از NaCl کمتر. خب انتالپی فروپاشی NaCl رو داریم، 787. ما الان نتیجه گرفتیم که انتالپی فروپاشی کاسیل کوچکتره نسبت به انتالپی فروپاشی NaCl. NaCl چقدر؟ 787. پس دلتا H فروپاشی کاسیل از عدد 787 کوچکتره. دلتا H فروپاشی کاسیل از عدد 787 کمتره. اگر از عدد 787 کمتره، از بین این ستا 1037 خط میخوره.
یا 717 یا 649. خب حالا میرم سراغ مقایسه کابیر و کاسیه. در کابیر و کاسیه یونهای سازنده چی هم؟ کای مثبت، بیر منفی، کای مثبت، سیر منفی. این دفعه ترکیب ما، دوتا ترکیب ما کاتیون هاشون یکی هم. پس کای مثبت خط میخوره، میریم سراغ بیر منفی و سیر منفی. در جدول تناوبی موقعیت این دوتا هالوژن چجوریه؟ فلور، کلور، بروم. پس کلور بالای، بروم پایینه، هر دو یک منفی هم. پس این سیل منفی و این بیر منفی. خب حالا این مقایسه به ما چی میگه؟ مقایسه به ما میگه که یون کلورید کوچکتره. اگه یون کلورید کوچکتره و جاذبه های یونی قوی تر هم، چون انباشتگی بار اینجا چیه؟ بیشتره. پس این دفعه انتالپی فروپاشی کاسیه از انتالپی فروپاشی کابیه بیشتره، که چند؟ 689. پس عدد 649 خط میخوره، عددی که ما انتخاب میکنیم عدد 717 خواهد بود. پس ببینید که مقایسه کردن و رسیدن به جواب بسیار ساده ایه. یک اطلاعات اندکی ما داشتیم راجع به اناسیل و کابیر، بر اساس اون اطلاعات ما اومدیم این مقایسه، در واقع مقایسه ها رو انجام دادیم. یه مرور کوچولو میکنم و بحث رو به پایان میرسونم. از ما خواسته بود که انتالپی فروپاشی کاسیه رو به این سه تا عدد تشخیص بدیم کدوم یکیه. من اطلاعاتی از قبل داشتم، اناسیل و کابیر رو قبلا به من داده بود. آمدم اناسیل رو با کاسیل مقایسه کردم، گفتم یون منفی در هر دوتا مشترکه، میذاریمش کنار. انای مثبت و کای مثبت، لحاظ شعاع انای مثبت کوچکه، کای مثبت بزرگه. هر ذره‌ای که کوچکتره تراکم بار روش بیشتره، پس جاذبه های قوی تری ایجاد میکنه و باعث میشه که انتالپی فروپاشیش نسبت به دیگری بیشتر باشه. پس انتالپی فروپاشی کاسیه از انتالپی فروپاشی ناسیل کمتره. انتالپی فروپاشی ناسیل داریم 787، پس این کمتر از 787 میشه. چون کمتر از 787 میشه، عدد 1037 رو گذاشتیم کنار. این دو تا عدده. رفتیم کابیه رو با کاسیل مقایسه کردیم، کای مثبت در هر دو مشترک بود، گذاشتیم کنار. بین سیل منفی و بیر منفی، سیل منفی کوچکتره، بیر منفی بزرگتره. اونی که کوچکتره تراکم بار روش بیشتره. خب پس اگه تراکم بار بیشتره، یعنی میتونه جاذبه های قوی تری ایجاد کنه. پس انتالپی فروپاشی کاسیه از انتالپی فروپاشی کابیه بیشتره. انتالپی فروپاشی کابیه 689 بود. خب اگر از 689 بیشتره، پس 649 خط میخوره، پس عددی که انتخاب میشه میشه 717. خب پس نباشید، درسمون تا ابتدای خود را بیازمایید صفحه 80 کتاب درسیتون مثل قبل مطالب روی هم انباشته نشه و به مرور مطالعه رو انجام بدید. خدا نگهدارتون.